پیامبر اکرم در بخش هفتم سخنرانی قدیر تکیه سخن را بر اثرات ولایت و محبت اهل بیت علیهم السلام قرار دادند و سوره حمد را که همه روزه تمام مسلمانان آن را می‌خوانند قرائت کردند و فرمودند این سوره درباره من نازل شده و به خدا قسم درباره ایشان یعنی امامان نازل شده است. به طور عموم شامل آنهاست و به طور خاص درباره آنان است و بیان کردند که اصحاب صراط مستقیم در سوره حمد شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند. سپس آیاتی از قرآن درباره اهل بهشت تلاوت فرمودند و آنها را به شیعیان و پیروان آل محمد علیهم السلام تفسیر فرمودند. آیاتی هم درباره اهل جهنم تلاوت کردند و آنها را به دشمنان آل محمد علیهم السلام معنی کردند. از جمله فرمودند بدانید که دوستان ایشان کسانی اند که با سلامتی و در حال امن وارد بهشت می شوند و ملائکه با سلام به ملاقات آنان می آیند و می گویند سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام بر شما، پس برای همیشه داخل بهشت شوید. نسل امامت مسئله دیگری بود که با لسانی دیگر در این بخش مورد تأکید حضرت قرار گرفت و فرمودند ای مردم بدانید که من پیامبرم و علی امام و وصی بعد از من است و امامان بعد از او فرزندان او هستند. بدانید که من پدر آنانم و آنها از صلب او به وجود می آیند. در بخش هشتم مطالبی اساسی درباره حضرت بقیت الله اعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواح و نافداه فرمودند و مفصلاً اوصاف و شؤون خاص حضرتش را مطرح کردند و آینده ای پر از عدل و داد به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف را به جهانیان مژده دادند. سخنان بلند حضرت برای جمعیتی که در آغاز راه اسلام بودند بسیار تعجب برانگیز بود که فرمودند بدانید که آخرین امامان مهدی قائم از ماست. اوست غالب بر ادیان، اوست انتقام گیرنده از ظالمین، اوست فاتح قلعه ها و منهدم کننده آنها، اوست غالب بر هر قبیله ای از اهل شرک و هدایت کننده آنها. بدانید که اوست گیرنده انتقام هر خونی از اولیاء خدا، اوست یاری دهنده دین خدا. بدانید که اوست استفاده کننده از دریای عمیق، اوست که هر صاحب فضیلتی را به قدر فضلش و هر صاحب جهالتی را به قدر جهلش نشان می دهد. اوست انتخاب شده و اختیار شده خداوند، اوست وارث هر علمی و احاطه دارنده به هر فهمی. بدانید که اوست خبر دهنده از پروردگارش و بالا برنده آیات الهی، اوست هدایت یافته محکم بنیان، اوست که کارها به او سپرده شده است، اوست که پیشینیان به او بشارت داده اند، اوست که به عنوان حجت باقی می ماند و بعد از او حجتی نیست، هیچ حقی نیست مگر همراه و هیچ نوری نیست مگر نزد او. بدانید که او کسی است که غالبی بر او نیست و کسی بر ضد او کمک نمی شود. اوست ولی خدا در زمین و حکم کننده بین خلقش و امین او بر نهان و آشکارش.
پیامبر اکرم در بخش نهم مسئله بیعت را مطرح کردند و ارزش و پشتوانه آن را چنین بیان فرمودند: بدانید که من بعد از پایان خطابه ام شما را به دست دادن با من به عنوان بیعت با او و اقرار به او و بعد از من به دست دادن با خود او فرا می خوانم. بدانید که من با خدا بیعت کرده ام و علی با من بیعت کرده است و من از جانب خداوند برای او از شما بیعت می گیرم. در این باره به قرآن استناد کردند و فرمودند: خداوند می فرماید اِنَّ الَّذِينَ يُبَایِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَایِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهِ فَسَيُؤْتِيهِ اَجْرًا عَظِيمًا. کسانی که با تو بیعت می کنند در واقع با خدا بیعت می کنند. دست خداوند بر روی دست آنان است، پس هر کس بیعت را بشکند این شکستن بر ضرر خود اوست و هر کس به آنچه با خدا عهد بسته وفادار باشد خداوند به او اجر عظیمی عنایت خواهد کرد. رسول اکرم در دهمین بخش سخنرانی خود درباره احکام الهی سخن گفتند که مقصود بیان چند پایه محکم عقیدتی بود. یکی پیشبینی آینده مسلمین در مشکلات که فرمودند: اگر زمان طویلی بر شما گذشت و کوتاهی نمودید یا فراموش کردید، علی صاحب اختیار شماست و برای شما بیان می کند. او که خداوند بعد از من به عنوان امین بر خلقش او را منصوب نموده است. او از من است، او از من است و من از اویم. او و آنان که از نسل منند از آنچه سؤال کنید به شما خبر می دهند و آنچه را نمی دانید برای شما بیان می کند. سپس مسئله ثابت بودن احکام الهی تا ابد را با عباراتی بلند بیان فرمودند: ای مردم، هر حلالی که شما را بدان راه نمایی کردم و هر حرامی که شما را از آن نهی نمودم هرگز از آنها بر نگشتم و تغییر ندادم. این مطلب را به یاد داشته باشید و آن را حفظ کنید و به یک دیگر سفارش کنید و آن را تبدیل نکنید و تغییر ندهید. نکته دیگر مسائل جدیدی بود که در آینده برای مسلمین پیش می آمد که در این باره فرمودند: مأمورم که از شما بیعت بگیرم و با شما دست بدهم بر این که قبول کنید آنچه از طرف خداوند در باره امیر المؤمنین علی و جانشینان بعد از او آورده ام که آنان از نسل من و اویند و آن موضوع امامتی است که فقط در آنها به پا خواهد بود و آخر ایشان مهدی است تا روزی که خدای مدبر قضا و قدر را ملاقات کند. دیگر اینکه بالاترین امر به معروف و نهی از منکر را تبلیغ پیام قدیر اعلام کرده و فرمودند: بدانید بالاترین امر به معروف آن است که سخن مرا بفهمید و آن را به کسانی که حاضر نیستند برسانید و او را از طرف من به قبولش امر کنید و از مخالفتش نهی نمایید، چرا که این دستور از جانب خداوند و از نزد من است و هیچ امر به معروف و نهی از منکری نمی شود مگر با امام معصوم.